تماسب شما را به بعض خوش آمدید میگم. این جلسه ها در نهایت چی چیز را میتونه به دست بیاره؟ سلام خدمت شما داروش عزیز. ایتون مبارک و بر تمام کارکنان برنامه تون میخوایم تبریکی بهتون میده چون روز سیوم این است. ببینید آواز ما شما دارین انشاءالله؟ بله صدای شما را داریم. درست. ببینید با توجه به اینکه بیشتر میتونه که مثلا مصرف یا خوراک انتخاباتی در امریکا داشته باشه. هر دو رقیب، هر دو جریان سیاسی در امریکا مطرح است، یعنی جمهوری خواه و دموکرات ها میخواین که پشت پای عریف خالی بکنن با این شواهد. آیا شما فراموش کردین که در این فاجعه که عملا در افغانستان شکل داد موجودیت 20 سال حضور ناتو و امریکا را و در زمینه خروج از یا و رها کردن مردم افغانستان در بیسر نوشته، هر دو جریان سیاسی مسئول و متهم نیستن، هم جمهوری خواه و هم دموکرات ها. ترامپ آمد به کم دیوید خواست طالبان را دعوت بکنه سر بر مبنای ازی که بتانه سیاست و همچنان پالیسی شخصی و حزب خود مثلا تغییر بده در یک دگرگونی سیاسی، ولی بایدن خواست زلمه خلیلزاد ماموریت برش داد که تا زمینه خروج نیروهای آمریکایی مساعد بسازه و بتانه که هیچ نوع تهدید متوجه خروج نیروهای آمریکایی نشه. پس اردوش در میرن در یک نوع معامله و صرف درامی سیاسی شکل میگیره در اجرای ازی که تا بتون در انتخابات یک نوع مدرک و اسناد فاکتای قابل ملاحظه را بر ملت آمریکا بیان بکنن. این که چی در افغانستان میگذره شما دیدین که کدام جنرال یا مثلا تصمیم‌گیریایی که اصلا در پنتاگون تصمیم میگیرن بر مبنای ازی که فاجعه در افغانستان رقم خورد و افغانستان میره به طرف یک بی سرنوشتی و منزوی شدن، کیا مسئول هستن؟ آیا با پنجه قانون سپرده میشه؟ آیا قانون مثلا کس را اینا حداقل بر کنار بزنن یا در پشت میله های زندان یا قرار بدن؟ ناممکن است. از روز من فکر میکنم بیشتر یک مصرف انتخاباتی داره. بفهمید. بله. گفته شده که تعداد از جمهوری خواهان به اسنادای دست یافتن که دولت بایدن نمیتونه او را نادیده بگیره و یا هم نیاز است که باید بر از او رسیدگی شود. این اسناد که تازه به دست آمده چه چیزایی میتونن باشن؟ خب اسناد طور دیده میشه که خلیلزاد اول خود دولت سابق افغانستان کنار زده، یعنی نخواسته که در جلسه دوحه اشتراک داشته باشه، هرچند مورای بسیار ضعیف آمده بودند، ولی به طور مشخص خواستای دولت سابق افغانستان در اونجا در زمینه از یک قانون اساسی افغانستان محترم گذاشته شده و همچنان مسائل برخی حقوق زنها و همچنان تخطی از حقوق بشر که طالبا در دور اولشان مرتکب شدن و همچنان سرکوب مثلا وحشیانه طالبا که در دوره اول درست متوازن شدن با چنین رویداد. اما به طور اخص میشه گفت که اسناد ازی موجود امکان داره باشه که نیروهای امریکایی قبل از اینکه طالبا به دروازه شهر کابل وارد شوند تلاشی بود یا تصمیم ای بود که طالبا نباید داخل شهر کابل و شهرهای کلیدی افغانستان شوند. اما در یک معما و همچنان یک سناریویی که بعد از این خروج اتفاق افتاد میان طالب ها و امریکای ها موضوع دگرگون شد و طالب ها تانستن داخل شهر کابل بین. از اون من فکر میکنم که بیشتر بعضی نماینده هایی که فیلن در کانگرس میخواین که طالب از این معلومات شوند که کیها خواستن که کابل و شهرهای کلیدی افغانستان و همچنان یک مسئله مهم دیگر دارش عزیز که کسایی که عملا دستور داده بود بر ارتش افغانستان که در مقابل طالب ها انعطاف پذیر باشن و تا فیر نکن و تا گفته بودن که کسایی که فیر میکنه از طرف مقامات کابل به شمول غنی و همچنان عبدالله موهب بالای از آتش یعنی که حداقل فیر میشه یعنی که نو سرکوب میشن. این به مسابقه عزیز که یک درامی سیاسی عملا در شکل گیری یک وضعیت که آل هم حکومت سابق غنی باید پاسخگوی باشه و همچنان کسایی که در زمینه تصمیم گیری در پنتاگون و همچنان در زمینه سیاست خارجی آمریکا مسئول از این درامه خونین و دراماتیک هستن. از دو خاطر من فکر میکنم ولی بیفایده است کسی فکر نکنم که بتونه که به دادگاه کسی را بکشونه و یکی مسئول باشه در مقابل مردم بیگناه افغانستان. این فقط صرف تا ماه نوامبر ماه 4 نوامبر که بتونن که کی به کرسی رئیس جمهوری میرسه و کی دوباره وارد کاخ رئیس جمهوری آمریکا میشه. بیشتر میخوام که دیگر انگشت اتهام متوجه که دیگه بسازن. بله حالا ممکن که با این تحقیقات بالاخره یک طرف گناهکار ثابت شوه، یک طرف مسئول حساب شوه و یک طرف گفته شوه که معاملات نادرست را انجام داده. سوال اساسی است که در ادامه روی کرده آمریکا در قبال حکومت سرپرست افغانستان و افغانستان چی خواهد بود؟ خب ببینید تا زمان که 40 میلیون برازیا میرسه خب طالبان بسیار متراهرام 40 میلیون نمیگیرن و حکومت میکنن. هرگاهی که
آمریکا و خب برای این کار 40 میلیون دلار طبیعتا از طرف آمریکا میه. اگر آمریکا این پول قطع بکنه خود به خود حکومت طالبان خود میگه این کار دیگه میفهمه. شما حکومت کردن بدون لوجستیک، بدون اکمال دادن مثلا خدمات عمومی بر مردمتان ناممکن است که شما چرخه سیاسی حکومت به حرکت در بیارید. یک مسئله. مسئله دوم، تغییر در وضعیت بین المللی همچنان در منطقه، جنگی که امکان داره که آغاز شود بین ایران و اسرائیل، امکان داره در دقایق اخیرش ما باشیم و میتونه یک فاجعه دیگر مثلا به بار بیاره. ولی مسئله افغانستان بیشتر ارتباط به این میگیره که تو پیش پای طالب هم است و همچنان کشورهای تاثیرگذار به شمول آمریکا و کشورهای منطقه. از اون رو من فکر میکنم که مترصد اوضاع هم خود طالب است که تا منتظر باشه که چی کنه، یعنی سناریوی بعدی برش کی دستور چی میتونه با چی کار بکنه. اما متاسفانه اینجا ملت افغانستان متاسفانه قربانی است و این ما هستیم که به سرنوشت رهای شدیم. ولی آنچه که در آمریکا میگذره بیشتری سمبولیک است و هیچ نوع مثلا اهداف استراتژیک نداره. بیشتر میشه که تاکتیکی ما محاسبه بکنیم که آنچه که در آمریکا در رابطه با مسئله افغانستان ما میخوایم که یکدیگر انگشت انتخاب نشان بدیم. آیا پس از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا شاهد تغییرات ژرف سیاسی در سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان خواهیم بود؟ فکر نکنم داریوش عزیز، به هیچ به نظر میرسه. اگر ترامپ هم به خاطر من کنه رک 94 فیصد امکانش هست که اگر از اتهامات که برازو وارد شده و بتونه تبره حاصل بکنه، ما شاید عزیزیم در کاخ سفید ما سال آینده ترامپ هم میبینیم. اما ترامپ هم به اون منظر آزمون خود بر مردم افغانستان داده. شما دیدین من قبلا هم گفتم که ترامپ بود که المان و قندار می رسما بر طالبا داده شد، یعنی نوبت تعامل میخواست بکنه صرف به خاطر از اینکه از لحاظ استراتژی سیاست آمریکا بر مردم آمریکا در افکار روش خود نشان بده که آدم میخواد به جنگ افغانستان نقطه خاتمه را اعلام بکنه. اما متاسفانه چیزی که مهم برای افغانستان است که در زمینه یک نوع ائتلافی که مردم افغانستان خودشان سرنوشت اساسی خود بازی بکنه و در این عرصه مثلا آمریکا و نقش شورای مهم بسیار باید تاثیرگذار باشه. درست مانند یوگسلاوی، شما بعد از ختم جنگ داخلی در یوگسلاوی دیدن که بر هر تبعه یوگسلاوی یک عسکر ناتو گذاشته شده بود که تا بتونه تامین امنیت بکنه. اما متاسفانه در افغانستان شما میبینید که ما سیاست های بسیار مریض و کجدار یا حداقل از طرف خود آمریکا میدیم. هم طالب اینو حمایت نمیکنن، هم حکومت مرکزی که آقای غنی و آقای کرزی بود، هم بر پاکستان چراغ سبز میدادن که عملاً گروه های تروریستی را روانه افغانستان بکنه. این به این منزله تهدید واقعی از طرف پاکستان این بود که اینا در تبونی هم طالب تقویت کردن، هم داعش تقویت کردن و هم زمینه فرار و غنی را مساعد ساختن. از او خاطر بسیار ما میریم به طرف یک دگماتیزمی که سیاست آمریکا تایی که در جهت منافعش کسی حرکت نکنه او را پشتیبانی نمیکنه. برای آمریکا مهم است که کی در راستای منافعش در افغانستان حرکت میکنه. اگر جبهه مخالف بکنه، امیال جبهه مخالف اینا میخواد اگر بخوایم کمک میکنن، ولی نمیکنن به خاطر اینکه سیمپات ندارن. داروش عزیز، برای اینکه طالب چوب سوخت خود از یاست و و دست پروردی خود از یاست که عملا در افغانستان به عنوان چوکیدار استخدام شده. درست مونه دی 11 سپتامبر اینا در تکوپای ازی هستن که یک نیروی دیگه را با یک چهره با یک فاز جدید وارد افغانستان بکنه. سپاسگزارم از تماس از این که در وصف ما بودین. ادامه خبرها پس از وقفه.